تنها رشته ای که این وسط مون رشته ما بود. تا 6 سال نه حق ادامه تحصیل داریم، نمیتونستیم بریم سر کار. سمان خمر هستم، به نمایندگی از تمام دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تکنسین سلامت دهان و دندان در خدمت شما هستم. عرضم به خدمتتون که تو سال 94 و سال 95 و سال 96 یه تعدادی از دانشجویان به عنوان حالا دانشجویان سلامت دهان و دندان تو مجتمع های عالی سلامت که هر کدومش زیر نظر یک کدوم از دانشگاه علوم پزشکی بود جذب شدیم. ما خب نیروهای هستیم، نیروهای بومی همین منطقه ایم. هیچ کدوم از ما از جای دیگه ای، از شهرستان دیگه ای نیومده. بچه هایی که توی این رشته فارغ التحصیل شدن همه بچه های همین منطقه هستن. خب دکترهایی که میان، پزشکایی که با نیروی طرحی میان، 2 سال 3 سال طرحشون رو اینجا میگذرونن و میرن. یعنی رسما نه شاخصی اینجا تغییر میکنه و نه کسی دلش برای مردم این منطقه میسوزه. قسمت دشتیاری که میریم، حالا همون سمت قصرقند که بخوایم بریم، سمت حاشیه که بخوایم بریم، خیلی سطح پوسیدگی بالاست. خیلی مردم توی وضعیت بدی دارن زندگی میکنن. اصلا خانواده هایی که هزینه درست کردن دندونا رو ندارن و بچه مجبور میشه تو سن 12-13 سالگی دندون پوسیده ای که واقعا میتونه 120 سال براش عمر بکنه رو بکشن. خب اینا همه ناشی از عدم آگاهی هستش. ما نیروهایی بودیم که میتونستیم این آگاهی رو به مردم برسونیم، این پوسیدگی رو درشون بیاریم پایین تر. از همون اول قرارمون به 2 سال درس خوندن بود و بعد از اون که مدرک کاردانی رو گرفتیم، چون کارشناسی برای این رشته تعریف نشده بود، با همون مدرک کاردانی 6 سال تعهد به خدمت بودیم، جذب توی مراکز دولتی به عنوان نیروهای پیشگیری. تنها رشته ای که این وسط موند رشته ما بود، یعنی نمیتونستیم ادامه تحصیل بدیم، نمیتونستیم بریم سر کار. حتی دانشجوهایی که قبل از ما فارغ التحصیل شدن ورودی 94 چند ماهی رو طرحی جذب شده بودن، ولی خب بعد از اون هم اعلام کردن که نمیتونن استخدام بکنن و نه طرحی صورت گرفت نه استخدامی. از همون تعهدنامه گرفتن از طرف وزارت برای مبنا که هم باید در خدمت دانشگاه باشیم، هر جا که دانشگاه میگه تعهد به خدمت بدیم، هم تا 6 سال نه حق ادامه تحصیل داریم نه حق خدمت جای دیگه ای به عنوان چه نیروهای خصوصی چه نیروهای دولتی جای دیگه ای حق خدمت نداشته باشیم. تعهدنامه با 2 تا ضامن معتبر هست که برای تمام دانشجویان الزامی بود. چارتی برای ما تعریف کردن در قبال اینکه ما توی مراکز که بریم کارهای پیشگیری از پوسیدگی انجام بدیم. همونطوری گفتم آموزش بهداشت، وارد فلوراید مدارس هر 6 ماه، فیشور سیلن، جرمگیری و اینها رو قرار شد انجام بدیم. که خب هم میگفتن بودجه نیست و همین که میگفتن هیچ ردیفی برای شما تعریف نشده. ما هم وزارت رفتیم چندین دفعه، همکارای ما حالا با هم دیگه صحبت کردیم، رفتن وزارت اونجا صحبت کردیم، هم زمان دکتر هاشمی، هم زمان دکتر نمکی، هم زمان دکتر عین‌اللهی که تازه اومدن، ما کلی صحبت کردیم از نماینده های چابهار، قول همکاری دادن بهمون و مجوز جذب توی آزمون استخدامی برای ما گرفتن. خب ما نیروی آزمون استخدامی نبودیم، ولی راضی شدیم به اینکه توی آزمون استخدامی هم وارد بشه و حتی آزمون بدیم و بریم سر کار. با نیروی انسانی دانشگاه هم که صحبت کردیم، مسئول گسترش دانشگاه، هیچ تصمیمی مبنی بر جذب دانشجوهای ما توی آزمون استخدامی پیش رو ندارن، چه با آزمون چه بی آزمون، و تکلیف دانشجویی هم که آزمون دادن هنوز روشن نیست.